خب مدام همینطور که خودت میگی در لحظه اول خب تمام ما اینجا که درگیر بشیم به طور واقعی چون اشرف همه چیزمونه، ولی حماسه فروغ ایران یه چیزی بالاتر از این هست، یه چیزی فراتر از این حرفا بود، چون به طور واقعی رژیم اومده بود که در واقع ما رو با در واقع نیروهای عراقی درگیر کنه، یعنی مزدورای عراقی شد در مزدوراش رو در پوش نیروهای عراقی وارد اشرف کرده بود که ما رو درگیر کنه، یعنی جبهه‌مون رو عوض کنه. ما در واقع دشمن اصلیمون رژیمه، دشمنمون که نیروهای عراقی نیستن، ولی خب میدونستیم که اینا نیروهای عراقی به طور واقع نبودن، اینا مزدورای رژیم بودن در پوش لباس ارتش و پلیس عراق، همونطور که تو صحنه بچه‌ها دیدن فارسی صحبت می‌کردن، همشون خمینی میکردن. خب در لحظه اول این به ذهن آدم میزد که در واقع آدم درگیری بشه، ولی وقتی که به این موضوع پی بردیم و میدونستیم هدف رژیم چیه که میخواد در واقع بهانه‌ای باشه ما رو درگیر کنه، جبهه رو عوض کنه تا با نیات شوم خودش برسه، هم دیدن هم بودیم که چه کارا که در واقع میتونستیم بکنیم و نکردیم، و در واقع با اون استقامتمون، با اون پایداریمون، اون حماسایی که برادر و خواهرها ایجاد کردن، در واقع یه درسی به موضوعهای عراقی دادن که در واقع دست ناپاکشون از اشرف کوتاه کنن به طور واقعی، و اینم اثبات شد در واقع اگه ما درگیر میشدیم چه بسا این دستاوردها رو نداشتیم. همه این دستاوردها مدیون اون حماسا، اون پایداریه که برادر و خواهرامون تو صحنه انجام دادن. این کاری که توی اون مقطع به ظاهر خیلی دشواره و بعد عکس اون جریان خود به خودی که میگه آدم در لحظه، ولی بعد متوجه میشه آدم که چه تابلوی ترسی میشد. من میخوام که تو، میدونم که خیلی صحنه ها هست از حماسه فروغ ایران که میتونی ساعت ها بشینی برای ما تعریف کنی، ولی میخوام بدونم که سخت‌ترین لحظه‌ای که بر تو گذشت در اون روزها کدوم لحظه بود، کدوم صحنه بود که خیلی برای تحملش دشوار بود؟ طبعا در این مقاومت که بچه اشرف داشتن و این نبرد قهرمانانه، سخت‌ترین لحظات همان شهادت بچه ها بود که ما در زل شرق بودیم، شهید سیاوش اونجا بود، شهید شد و همچنین امیر خیری